پس مزارع زعفرون هستیم، منجیل آباد. سپاس فراوان از مردم منجیل آباد که همیشه پذیرای ما بودن. شما بوته زعفرون رو دارید میبینید، تشکیل شده از یک پیاز که پیازهای دختری، این دو سه تا پیاز به هم دیگه چسبیدن. این برگ زعفرونه به صورت سوزنی شکله که در الان بهمن ماهیم دیگه بچه ها، درسته؟ اواسط بهمن ماهیم. اشکال فیلم بده 3-4 دقیقه بره، مهم نیست. این اومدن تو زمان اواسط بهمن، فکر نکنید هوا سرد علف هرزی، اتفاقا اوج حمله علف های هست تو بهمن و اسفند ماهه که دارن زحمت میکشن و مخصوصا تو زمستونی که یک مقدار این علف این سرماه هم بگذرونه، این اوج علف های هرزه، دارن علف های هرز رو جدا میکنن تا اینکه بهترین مواد غذایی جذب این ریشه بشه و اینکه این علف های هرز نگذارن جلوی نور خورشید رو به خود گیاه اصلی بگیره. پس این پیاز معمولا زعفران 4 تا آب داره، بهترین زمان دادن آب زعفرون معمولا خرداد ما که فصل کاشتشه. هر یک هکتار میدی چند تا پیاز میکاره؟ 7 تن پیاز میخواد، 7 تا 8 تن پیاز خرداد ما میکارن. پیازا رو معمولا نواری میکارن، اینکه میگن چند سان چند سان، شما اعتقادی فکر نکنم افراد بچهای منجیل آباد به سانه، ولی معمولا اگه خاصی فاصله بدیم 5 سان میتونه فاصله مناسبی باشه، درسته؟ فاصله بین پیازها. بله. عمق کاشت پیاز 12 سانته و محصولی که 7 تن پیاز ما میایم توی هکتار میکاریم معمولا بین از 12 کیلو بهمون زعفرون میده، 10 کیلو زعفرون میده تا 30 کیلو 20 کیلو 25 کیلو رکورد هم ما داشتیم. پس بنابراین اون چیزی که زعفرون متمایز میکنه از سایر گیاهان اون نیاز آبیش، اوج آبیش، نیاز آبیش چه زمانیه؟ زمانیه که ما اوج کمبود آبو داریم، توی زمستون مهر ما که اصلا ما کمبود آب نداریم، بارندگی هست، میتونیم از طریق آب بدیم. پس مهر ما یک آب خالی میدیم و در آذر ما یک هفته قبل از گلدهی سر شکنی میکنیم با چارشاخ، بلا فاصله گلدهی شروع میشه، دو هفته گلدهی تموم میشه. وقتی گلدهی تموم شد اوج نیاز آبی زمینه که اون زمان ما میایم یه زاج آب میدیم، سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم، هیومیک اسید، آهن، اینا رو اضافه میکنیم و دیگه میریم تا این فصل که انشاءالله دو هفته سه هفته دیگه از طریق محلول پاشی میایم به برگ ها اضافه میکنیم. این محلول پاشی که شامل آهن میشه، روی بر، منگنز، عناصر کم مصرف و هیومیک اسید هم بعضی موقع میزنن و اگر کمبود داشتی تو زاج آب خوب استفاده نکردی میتونی 20-20 هم اضافه کنی، میتونه کمک کنه به اون عناصری که توی زاج آب دادی. وقتی که اسمم ما این محلول پاشی کردیم، زرد آب دیگه معمولا گیاه نیازی نداره، ریشه داره به خواب میده، یک آب خالی میدیم. وقتی یک آب خالی دادیم اردیبهشت دیگه خرداد ما پیاز میره به خواب. نگاه کن این پیازی که شما دارید یعنی پیاز زنده است داره کار میکنه، ولی خرداد ما زمانی که پیاز خشک شد ما میایم این پیازو چیکار میکنیم؟ انتقال میدیم به گلخونه و داخل گلخونه انبارش میکنیم تا مهر ماه دیگه شرایط دمایی رو براش فراهم میکنیم داخل گلخونه و دما رو میرسونیم به 25، دمای انبارداری 25. بعد تو مهر ماه که رسید تیج رسید، به این میگن تیج، این اسمش تیجه، این برگه، اینم پیازه، اینم ریشه است. زمانی که تیج رسید به 2 سان ما دما رو میاریم روی 20، یه ذره بالاتر شد میاریم روی به 12 سان رسید دما رو میاریم روی 10 درجه، یه شوک میدیم. وقتی به شوک رسید دو هفته بعدش دیگه شروع میکنه گلدهی. دمای گلدهی هم باید 17 درجه سانتیگراد باشه که میتونه بهترین دما رو بمون توی 17 درجه گلدهی بده. دوباره که کارمون گلدهی رو تموم کردیم، حدود 250 کیلو 300 کیلوگرم یارامیلا کمپرس به زمین میدیم و اون زمان پیازها رو روونه زمین میکنیم. امیدوارم که از این کلیپ آموزشی نهایت استفاده رو برده باشیم.